بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، از پاریس و برلین کشورهای بزرگ اقتصادی اروپا رسما مکانیسم سازوکار ویژه مالی برای ادامه تجارت با ایران را راه اندازی کردند. برای آگاهی از جزئیات بیشتر در لندن با همکارم رضا اللهیاری همراه میشیم. رضا، مدت هاست اتحادیه اروپا در پی برقراری این مکانیسم موسوم به SPVه. درباره اهداف و چگونگی عملکردش ما چی میدونیم؟ پس از اینکه پرزیدنت ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و تحریم‌های آمریکا علیه ایران مجدداً اجرای شدند، فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا قول داد تا سازوکار ویژه‌ای را برای ادامه معاملات با کشورهای عضو اتحادیه با ایران راه اندازی بکنه، به گونه‌ای که نیازی به دلار آمریکا نباشه. اما ماه‌ها زمان برد. امروز خانم موگرینی پیشاپیش اعلام رسمی مکانیزم این نظر را ابراز کرد. به باور من مکانیزم جدید به ایران امکان خواهد داد که به معاملات مشروع پیش بینی شده در توافق هسته‌ای ادامه دهد. بنابراین با حمایت همه جانبه از سوی ما، این امر و سایر مسائل منطقه‌ای را با دوستان آمریکاییمان به بحث می‌گذاریم. ما با آقای پامپئو در دو روز پیش گفتگو کردیم که شامل روابط دو سوی اقیانوس اطلس هم می‌شد و من خطری برای آن نمی‌بینم. بنا به گزارش شبکه تلویزیونی آلمان NDR، نام جدید سازوکار ویژه اینستکس و یا وسیله یا دستگاه حمایت از مبادلات تجاری خواهد بود. البته راه اندازی این مکانیزم به معنای احیای کامل تجارت با ایران نبوده و تمرکز اون بر مواد غذایی، دارو، کمک‌های انسان دوستانه و معاملات کوچکه و برای معاملات مربوط به نفت که به شدت مورد تحریم آمریکا واقع شده استفاده نخواهد شد. فرانسه و آلمان مشترکاً مسئولیت اینستکس رو به عهده گرفتند. بدین معنا که یک بانک آلمانی در رأس امور مالی اون خواهد بود و دفترش در فرانسه. بریتانیا، فرانسه و آلمان هم سهامداران اولیه اینستکس رو تشکیل میدن که امیدوارن کشورهای دیگه هم به اونا بپیوندن. بنا به گفته یک دیپلمات اروپایی، این اقدام هرچند یک پیام سیاسی مهم برای نشان دادن عزم اتحادیه اروپا برای حفظ برجامه، با این همه تغییرات مهیجی را ایجاد نخواهد کرد.